سلام علی هاشمی هستم به کلاس من بینهایت نهایت خوش اومدی توی قسمت قراره با همدیگه بریم سراغ حل نامعادله قدر مطلق نامعادله قدر مطلق خواهی توضیح بدم قطعا ویدیو معروض نامعادلات درجه اول و درجه دوم تماشا کردی اگر اونا رو ندیدی ازت خواهش میکنم ویدیو رو تماشا نکن اول بر اونا رو تماشا کن که بتونی ریاضی تو از پایه بسازی و خیلی قدرتمند بیه جلو نامعادله قدر مطلق دو تا نکته خیلی مهم داره اگه قدر مطلق x بزرگتر از a بشه اون وقت x شما می شود بزرگتر از a و کوچکتر از منهای a اما اگر قدر مطلق شما کوچکتر از a بشه اون وقت x می شود بین منفی a تا مثبت a آقا ما که نفهمیدیم تو چی گفتی واسه همون مثال بزن قشنگ مطلب جا بیفته ببین دوست من اگر قدر مطلق x بزرگتر از 5 باشه اون وقت دو تا نتیجه برای ما حاصل میشه یه بار x می بزرگتر از 5 و یک بار هم x می کوچکتر از منهای 5 حواست باشه که اگر اینجا طراح اومد واسط علامت مساوی گذاشت تو هم لطف میکنی و برای طراح علامت مساوی میذاری اگر علامت مساوی نذاشته بود خب تو هم واسش علامت مساوی نیست و اما اگر قدر مطلق x کوچکتر از یه عددی مثلا مثل همون پنج بالا باشه اون وقت x شما توی فاصله منهای پنج تا مثبت پنج خواهد بود پس دو تا نکته بیشتر نداریم نکته اول اگر قدر مطلق بزرگتر از عدد باشه اون وقت شما دو تا قسمت حتما خواهی داشت و نکته بعدی اگر قدر مطلق کوچکتر از عدد باشه اون وقت شما ایکستون همیشه بین منها تا مثبت اون عدد قرار میگیره خب اینکه خیلی آسونه عمرن اگر اینجوری به ما سوال بدن یه ذره سخترش کن ببینیم چه جوری سوال میدن فرم سوال اینجوری خواهد بود قدر مطلق ایکس منهای دو کوچکتر و مساوی سه میگه اینو بیا حلش کن به من بگو x توی چه فاصله قرار میگیره خب نکته که من فهمیدم این بود وقتی قدر مطلق کوچکتر از عدد باشه x من می شود بین منها تا مثبت اون عدد پس بنویسم x منهای دو توی فاصله منهای سه تا مثبت سه قرار میگیره توی ویدیو مربوط به نامادله درجه اول بهت گفته بودم وقتی که x منهای دو توی فاصله منهای سه تا مثبت سه باشه تو قراره به x برسی میخوای x رو حساب کنی پس باید یه جوری کلک منهای دو بکنی برای که منهای دو از بین ببرم باید با مثبت دو جمع کنم پس هر سه تا قسمت با مثبت دو جمع میشه منهای سه با مثبت دو میشود منهای یک این وسط فقط واسه هم x میمونه و در ضمن سه و به دو هم که برابر میشود با پنج پس x من توی فاصله منهای یک تا پنج خواهد بود دیدی چقدر آسونه از اون فرمول دیگه هم یه مثال با هم دیگه بزنیم قدر مطلق 3 ایکس منهای یک بزرگتر و مساوی یک وقتی که قدر مطلق بزرگتر از یه عدد میشه دوتا تا وضعیت داشتیم درسته پس باید برم توی فرم دوتا تا وضعیت یه بار بگم 3x بزرگتر و مساوی یک یه بار هم 3x کوچکتر و مساوی منهای یک دو تا سوال جدا حل کنم منهای یک رو بردارم بیارم سمت راست 3x من بزرگتر و مساوی دو میشه یعنی x بزرگتر و مساوی دو سوم اون ور دیگه ماجرا سه ایکس منهای کوچکتر و مساوی منهای یک بوده وقتی منهای یک بردارم بیارم سمت راست میشه مثبت چقدر خوب با منهای یک ساده شد رفت یعنی سه ایکس کوچکتر و مساوی صفر پس x میشه کوچکتر و مساوی صفر کل جواب من چی شد یه ور ماجرا جوابم شد منهای بینایت تا صفر چون کوچکتر و مساوی صفر بوده اون ور دیگه ماجرا هم بزرگتر از سه پس از دو سوم تا مثبت بینایت سوالی که داره تو ذهنت چک میگیره اینه آقا تو چرا اومدی برای این از نماد کروشه استفاده کردی؟ دوست من وقتی تو علامت مساوی داشته باشی حتما از نماد کروشه باید استفاده کنی و وقتی علامت مساوی وجود نداشته باشه از علامت پرانتز استفاده میکنی کروشه به معنی وجود داشتن اون جواب هست داره که پرانتز یعنی اون جواب وجود نداره و اما سوال زیبای شما گفته نمایش جواب نامادله قدر مطلق یک و کوچک کوچکتر مساوی دور برای محور مشخص کنید لطف میکنید و این سوال رو حل میکنید اگر دوست داشتید ما من در تماس باشید و من نظرات شما رو داشته باشم حتما گزینه مربوط به جواب رو در انتهای ویدیو کامنت کنید ببینم شما چیکار کردین سپاس سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید امیدوارم براتون مفید بوده باشه خدا نگهدار